عرض سلام و ادب دارم خدمت یکایک که همکاران اپتومتریست و عینک‌سازان عزیز. با یک ویدیو دیگه در خدمت شما هستیم. در این ویدیو میخوایم یک قسمت مهم از عینک‌سازی عملی رو برای شما توضیح بدیم. توی این ویدیو هدف ما اینه که در مورد مبحث بسیار وسیع و مهم لنز سلکشن برای هر آپتیشن توضیحاتی رو ارائه کنیم. امروز ما مهمان دوستانمون در شرکت عادل خاورمیانه هستیم و همونطور که می‌بینید اومدیم اینجا تا این مبحث رو بتونیم اینجا با امکانات اینجا براتون بهتر توضیح بدیم. مبحث لنز سلکشن و مبحث فریم سلکشن برای یک عینک‌ساز دو تا از مباحثی هست که بسیار بسیار حیاتی هست و تقریباً شامل کل عینک‌سازی عملی خواهد شد. خیلی از عینک‌سازا در کل دنیا از خدمات تراش در بیرون عینک‌سازی استفاده می‌کنند. بنابراین مبحث تراش عینک، مبحث تکنیکال که ممکنه که یک عینک‌ساز تصمیم بگیره که در داخل عینک‌سازی انجام بده یا اینکه واگذار کنه به کارگاه‌های تراش. اما دو مبحث فریم سلکشن یا انتخاب صحیح و مناسب فریم و لنز سلکشن یا انتخاب مناسب لنز برای بیمار، دو مبحثی هست که هر عینک‌ساز باید کاملا تسلط داشته باشه تا بتونه بهترین کار انتخاب کنه و بهترین دیسپنس رو برای بیمارش انجام بده. حالا ما میخواییم برای شما مبحث فریم سلکشن رو باز کنیم. در مبحث لنز سلکشن ما میتونیم عدسی ها رو در تقسیم بندی های مختلف مورد بررسی قرار بدیم. تقسیم بندی جامعی که میتونه همه اینها رو در بر داشته باشه شامل تقسیم بندی عدسی ها بر اساس یک ایندکس عدسی، دو متریال عدسی و سه کالر عدسی یا همون رنگ عدسی هست. به لحاظ رنگ ما عدسی ها رو میتونیم به چند دسته تقسیم کنیم. عدسی های فوتوکرومیک، عدسی های سفید یا کلیر، عدسی های تینت یا رنگ شده و عدسی های کلوروید که کاربرد خاص این عدسی ها معمولا برای جلوگیری از ورود اشعه های یووی به داخل چشم هست و بیماران برای جلوگیری از ورود اشعه های مضر یا جلوگیری از شدت نور در مخصوصا در بیمارانی که دچار فوتوفوبیا هستن استفاده میشه. در مورد متریال های لنز ما میتونیم متریال های مختلف که شامل گلاس و عدسی ارگانیک پلاستیک هست که باز خود اینها به چند دسته تقسیم خواهند شد و هر کدومشون مباحث مختلفی دارن. ما امروز از توضیح عدسی های شیشه خودداری خواهیم کرد چون تقریبا این نوع عدسی ها از بازار اپتیک حذف شده و دیگه خیلی کارایی مهمی نخواهد داشت. بیشتر صحبت ما روی عدسی های پلاستیک یا همون عدسی های ارگانیک هست. به لحاظ ایندکس هم عدسی ها رو میشه به چند دسته مختلف از ایندکس های پایه که عدسی CR39 یا عدسی پلاستیک ساده هست با ضریب شکست 1.498 تا آخرین ضریب شکست عدسی پلاستیک که 1.74 هست تقسیم بندی کنه. همینطور که باز در شکل مقابل مشاهده میکنید من یکی یکی اینها رو برای شما بر اساس ایندکس عدسی توضیح خواهم داد و بعد با هم به طبقه پایین شرکت عادل خاورمیانه خواهیم رفت و عدسی ها رو عملا به شما نشون خواهم داد. اولین لول عدسی ها به لحاظ ایندکس لول همون 1.498 هست که گفتم به شما. این عدسی اصطلاحا CR39 مخفف کلمبیا رزین 39 هست. این عدسی اولین بار در جهان در صنعت دفاعی در حدود سال 1940 استفاده شد و برای اولین بار در سال 1947 توسط شرکت PPG وارد صنعت اپتیک دنیا شد. علت نامگذاری که عدد 39 رو استفاده کردم به خاطر این هست که در واقع این 39مین ترموپلاستیک رزین فرمول 39مین فرمول ترموپلاستیک لنز ها هست که در جهان به ثبت رسیده و از یک نوع رزین شفاف با قابلیت انتقال نور ساخته شده.
هر کدوم از ایندکس هایی که ما به شما معرفی میکنیم دارای یک ویژگی خاص به نام ابی نامبر است. هر چقدر ابی نامبر بالاتر باشه، کیفیت اپتیکی عدسی به لحاظ خطاهای محیطی و خطاهای رنگی کمتر خواهد بود و دید بهتری رو برای بیمار ما ایجاد خواهد کرد. میزان ابی نامبر در عدسی های CR39 58 هست که این عدد بالاترین ابی نامبر هست و تقریبا میشه با بهترین عدسی پلاستیک به لحاظ کیفیت اپتیکی CR39 هست. مواد این عدسی، پلیمر عدسی خود به خود UV رو جذب خواهد کرد و نیاز به لایه های جلوگیری از UV نخواهد داشت. ضمن اینکه این عدسی تقریبا تنها عدسی هست که قابل قیاس هست، از لحاظ قابل رقابت هست، از لحاظ اپتیکی با عدسی پیه شیشه و اما وزن این عدسی تقریبا نصف وزن شیشه های معادل خودش هست در یک نمره مشابه و از لحاظ شکستن قابلیت و به لحاظ شکستن غیر قابل شکست هست تقریبا. بنابراین مزایای بیشتری نسبت به شیشه داره، در حالی که همون دید و کیفیت شیشه رو برای شما ایجاد خواهد کرد. از مزایای این عدسی ما میتونیم به چند تا مزیت من اشاره میکنم. قابلیت عبور کامل طیف نور در قیاس با انواع عدسی های پلاستیک حد اکثر مقاومت در برابر خشپذیری رو نشون میده، البته بدون اینکه ما کوتینگی روی عدسی نصب کرده باشه، یعنی خود عدسی قابلیت حد اکثری خشپذیری رو داره، بنابراین بسیار مقاوم هست. ماده اولیه عدسی قابلیت جذب یووی رو داره و نیاز به نصب لایه های یووی گارد رو روی عدسی ها نیست، روی این عدسی ها نیست. علاوه سبک بودن قابل قیاس با عدسی های شیشه نیست و بسیار سبک هست و اندازه شکنندگی هم خب مزیتی داره که بسیار مقاوم هست و تقریبا عدسی نشکن حساب میشه. بسیار ارزون هست اندازه قیمتی و در مقابل ضربه و افتادن از ارتفاعهای کم تقریبا مقاومت خوبی رو نشون خواهد داد. مقاوم بودن این پلیمر در برابر دما نیز یکی از ویژگی های این عدسی هست، به خاطر اینکه ما میتونیم این عدسی رو در دمای 100 درجه سانتیگراد به طور دائمی و در دمای 130 درجه سانتیگراد به مدت یک ساعت در آب جوش قرار بدیم بدون آنکه به کیفیت اپتیکی عدسی صدمه وارد بشه. قابلیت رنگ پذیری این عدسی فوق‌العاده است، برای همین میتونیم از عدسی‌های رنگی وقتی میخوایم عینک‌های طبی آفتابی رو درست کنیم از این نوع عدسی استفاده بکنیم بدون اینکه باز کیفیت اپتیکی عدسی کاهش پیدا کنه. در تماس با مواد شیمیایی و شوینده که در زندگی روزمره ما وجود داره باز همچنین بسیار مقاومه، همچنین در برابر تابش اشعه گاما هم مقاوم هست، به همین خاطر در بعضی از صنایع هم از این عدسی استفاده خواهد شد. اینا بوده یک سری از ویژگی های مهم عدسی CR39 با ضریب شکست 1.498 هست و به طور کلی در یک جمله ما میتونیم بگیم که CR39 با توجه به ویژگی های منحصر به فردی که داره همکنون پرفروش‌ترین عدسی در تمام دنیا هست و علاوه قیمت مقرون به صرفه ترین عدسی برای اینکس سازان. ایندکس دومی که در عدسی ها مورد استفاده قرار میگیره ایندکس 1.56 هست. عدسی 1.56 با نام عدسی های مینه فشرده توی دنیا شناخته شده و تقریبا میشه گفت شایع‌ترین و ارزان‌ترین عدسی رایج در بازار اپتیک دنیاست که حدوداً 22% از لحاظ ظرافت از CR39 ظریف‌تره و داره قدرت جذب 100% UV هم هست. خب اینکه یه خورده ظریف‌تر هست و سبک‌تر هست مزیت خیلی خوبیه که باعث شده جایگزین بسیار خوبی باشه برای عدسی CR39 با همون خصوصیات اما ظرافت بیشتر و سبکی بیشتر.
لول بعدی که در مورد عدسی ها استفاده میشه لول ایندکس 1.61 هست. این عدسی ها با نام اولین لول فشرده عدسی توی دنیا شناخته میشه. در ساخت این عدسی ما نیاز به مواد کمتری، پلیمر کمتری داریم و همین خاطر وزن این عدسی بسیار پایین تره و ظرافتش بیشتر نسبت به لول قبلی که 1.56 بود. حدوداً 20% نازکتر از لول قبلی هست و مناسبتر برای فرم های دوردار یا گریف نخ. عدسی های 1.61 با نام عدسی های نشکن هم شناخته میشه. اما دقت بفرمایید، این عدسی ها خیلی مناسب برای فرم های گریف پیچ نیست و بیشتر برای فرم های گریف نخ و فرم های دوردار استفاده میشه. رنج مناسب نمره عدسی های 1.61 مثبت تا منفی 4 هست، یعنی از مثبت 4 تا منفی 4 شما میتونید روی این نوع عدسی مانوب بدید و سفارش بدید و بسیار بسیار کیفیت بالایی رو از لحاظ ظرافت و سبکی تجربه کنید. لول بعدی عدسی های پلاستیک از لحاظ ایندکس لول 1.67 هست که این عدسی اولین عدسی فشرده دنیا هست. در واقع اولین لول فشرده واقعی عدسی های 1.67 هست که باز عدسی بسیار نازکتر بوده. 30% از عدسی CR39 نازکتره و وزن بسیار کمتری داره و تقریبا میشه گفت که ما میتونیم نمره های بالاتر رو با این عدسی سفارش بدیم تا بیمار بتونه از سبکی عدسی و ظرافتش لذت ببره. اینجا نیاز هست که به یک نکته من اشاره کنم و اون نکته اینه که زمانی که شما تصمیم میگیرید که عدسی فشرده برای بیمارتون سفارش بدید، باید بدونید که در واقع عدسی فشرده مساوی هست با عدهی نامدار کمتر که کیفیت اپتیکی پایین تری خواهد داشت. اما بعضی اوقات ما مجبوریم این کار رو انجام بدیم به خاطر اینکه خب نمره بیمار زیاد هست و ما باید این ظرافت رو برای بیمار ایجاد کنیم تا هم از لحاظ زیبایی و کازمتیک و هم از لحاظ راحتی و سبکی بتونه این در واقع نیازهای بیمار رو تامین کنه. به همین خاطر ما از سفارش عدسی های فشرده برای نمره های پایین باید واقعا پرهیز کنیم، چون کیفیت اپتیکی عدسی پایین تر میاد و خب بیمار اون شفافیت لازم رو نخواهد داشت. لول بعدی عدسی های فشرده در دنیا علاوه ایندکس که آخرین لول فشردگی هست 1.74 هست که این ارسلان این لول رو با عنوان اولترا تین سبکترین و نازکترین عدسی موجود در دنیا هستن. معمولا به صورت آسپریک هستن و بسیار بسیار ظرافت دارن. نمره های بالا رو میشه با این نوع عدسی سفارش داد تا بیمار با استفاده از این ظرافت و سبکی اعتماد به نفس بیشتری پیدا کنه و خوشحالتر باشه نسبت به اون نمره که بهش تجویز کردن و از لحاظ روحی بیمار رو تضمین خواهد کرد. خب تا اینجا ما کل عدسی ها رو از لحاظ ایندکس توضیح دادیم، غیر از یک گروه بزرگ، گروهی که با لول ایندکس 1.59 شروع میشه و معروف به عدسی های پلیکربنات. عدسی های پلیکربنات مبحث بسیار وسیعی هستند که در واقع یک نوع پلیمر تزریقی هستن، به صورت موند تزریق میشن و به خاطر همین یک ویژگی های خاصی رو پیدا میکنن که کاربردهای خاصی رو برای این عدسی تعریف خواهند کرد. عدسی پلیکربنات با ایندکس 1.59 داره ویژگی های خاصی هست که مهمترین اونها اینه که باز خود پلیمر عدسی قابلیت جذب 100% یووی رو داره بدون هر گونه کوتینگی. این عدسی ها به خاطر پیوندهای مولکولی بسیار نرمی که بین مولکول‌هاش برقراره تو پلیمر قابلیت نشکن بودن رو داره. وقتی فشار به این پیوندها وارد بشه، پیوندها مثل یک
تشک ماتریکس به جای اینکه بشکنن و از هم جدا بشن چی کشیده میشن و بعد دوباره باز برمیگردن سر جای خودشون. به همین خاطر به این عدسی ها اصطلاح بالت پروف یا عدسی های ضد گلوله هم گفته میشه. بسیار بسیار محکم هستن، کارایی اپتیکی دارن، کارایی دیگه دارن، شامل حتی این عدسی ها رو ما در شیشه های جلوی واید اسکرین جلوی سفینه های فضایی استفاده میکنن، در کلاکاسک موتور سوار های فرمول یک یا ماشین سوار های فرمول یک استفاده میکنن، به خاطر اینکه این عدسی ها بسیار اندازه مقاومت ضربه پذیری بالا هستن و ضربه رو انتقال نمیدن به اون داخل. به همین خاطر برای کلاه‌های ایمنی، برای شیشه‌های ضد گلوله ماشین‌ها، برای کارگران، برای ورزشکاران و حتی برای بچه‌ها به عنوان سیفتی استفاده میشه. کارگرانی که کارهای پرخطر دارن در خارج از ایران حتما باید از پلی‌کربنات استفاده کنن، هم فرم‌های مخصوص و هم شیشه‌های پلی‌کربنات، فرم‌هایی که نسبت به پرتاب اجسام فرو رونده مقاوم باشن و علاوه رنگ هم اینا استانداردهای خاص رو باید داشته باشن که در مقابل گازهای شیمیایی بسیار مقاوم باشن. بنابراین عدسای پلیکربنات عدسای بسیار پرکاربردی هستن و علاوه عینک سازی یک کاربرد مهم دیگه دارن که این کاربرد هم استفاده در عدسی در فریم های گریف پیچ هست که به راحتی ما میتونیم این عدسی ها رو سوراخ کنیم و برای ریملس فرم ها استفاده کنیم. دقیق بفرمایید ما عدسی های نشکن یا آنبروکبل هم داریم با همین ضریب شکست، اما اینا مناسب فرم های گریف پیچ نیستن و بهتره که از عدسی پلیکربنات استفاده بشه. ابی نامبر در عدسی پلیکربنات کمترین ابی نامبر رو داره، به همین خاطر استفاده بدون مورد از این نوع عدسی واقعا باعث پایین اومدن کیفیت دید بیمار میشه و خیلی به بیمار شما کمک نخواهد کرد. با توجه به این که ابی نامبر این نوع عدسی بسیار پایین بود، شرکت ها چندی پیش اومدن نوع بهتری از این عدسی رو با عنوان ترایوکس تولید کردن. عدسی ترایوکس در واقع نوعی پلیکربنات هست که بسیار گرانتر از پلیکربنات عادیه، به خاطر اینکه در این عدسی ضریب شکست به جای 1.59 اومده به 1.53 رسیده و بدتر ما ابی نامبر بسیار بیشتری رو داریم و کیفیت اپتیکی بالاتری. یعنی عدسی ترایوکس در واقع پلیکربناتی هست که بسیار بسیار علاوه مقاومت روش کار شده، مقاومتش در حد پلیکربنات و شاید بیشتر از اونه، اما کیفیت اپتیکیش بالاتره و علاوه سبکی هم کمی سبکتر از عدسی پلیکربنات هست. نوع دیگری از عدسی پلیکربنات که به تازگی وارد بازار اپتیک شده اصطلاحا پلیورترن یا همون پلیورتران گفته میشه که این عدسی ها رو با اصطلاح مخفف TPU که مخفف ترموپلاستیک اورتران هست با ضریب شکست 1.54 زد شکست 1.54 تا 1.6 این عدسی ها تولید میشه. عدسی پلیورتران باز ویژگی های خاصی داره که مهمترینش اینه که سبکتر از پلیکربنات هست. حدود 23% وزن این عدسی ها از پلیکربنات ها سبکتره. بین دمای 100 تا 140 درجه سانتیگراد قدرت عبور نور رو در حد شیشه از خودش داره. ابی نامبری بین 27 تا 47 داره، ایندکسش بین 1.54 تا 1.6 هست و این ماده اولیه یا پلیمر این پلیورتران قابلیت جذب یوبی رو داره به صورت 100%. ذات هم قابل رنگ هست، این خیلی مهمه، یعنی ما یک نوع پلیکربناتی رو داریم که بدون اینکه کوتینگ شده باشه قابلیت رنگ داره. خود عدسی پلیکربنات قابلیت رنگ نداره، اما اگه شما عدسی پلیکربنات رو با رنگ بخواید سفارش بدید داخل لابراتوارهای مثل عادل خاورمیانه در قسمت کوتینگ اول پلیمری روی لنز قرار میدن که این پلیمر در واقع
باعث میشه که قابلیت رنگپذیری عدسی پیدا کنه. یعنی یک لایه رو روی عدسی قرار خواهند داد، پیش فرض که این عدس، این لایه قابلیت جذب رنگ رو داره. خود عدسی پلیکربنات، پلیمرش قابلیت جذب رنگ رو نداره، اما اون لایه به پلیکربنات خواهد چسبید و لایه رنگ روی این لایه قرار خواهد گرفت. بنابراین شما میتونید عدسی پلیکربنات رو هم با رنگ سفارش بدید. اصولاً وقتی ضریب شکست عدسی به 1.6 رسید، قابلیت رنگ پذیری عدسی کاهش پیدا میکنه. برای این نوع عدسی ها شما میتونید عدسی رنگی هم سفارش بدید، اما در لابراتوارها در واقع یه روکش روی عدسی قرار خواهند داد که اون روکش قابلیت نگهداری رنگ رو داره و عدسی رو برای شما میتونن به صورت طبی آفتابی سفارش بدن. اما عدسی پلی اورتران ذاتاً قابلیت رنگ داره. این تفاوت مهمش هست برای نسبت به پلیکربنات ها و مناسب هست برای فرم های ریلس. در واقع پلی اورتران آخرین ورژن پلیکربنات بازار هست. هنوز من نشیدم وارد بازار ایران بشه و همه دستگاه های تراش هم قابلیت تراش این عدسی رو نداره. اصولاً خانواده پلیکربنات توسط همه دستگاه تراش قابلیت تراش رو نداره و باید نگاه کنید ببینید که آیا این گزینه ها داخل منوی دستگاه گذاشته شده که شما این عدسی روی دستگاهتون ببندید یا نه. اگه نباشه و ببندید، حتما سنگ دستگاه رو آسیب خواهد زد. بنابراین تا اونجا که من خبر دارم، دستگاه نایدیک در همه لیبل هاش از حدود مثلا 10 سال قبل به بعد عدسی پلیکربنات، ترایویکس و پلی اورتران رو تراش خواهند داد. دقت بفرمایید، هر سه نوع این عدسی های خانواده گروه پلیکربنات در هنگام تراش از خودشون پلیسه هایی رو ایجاد می کنند. یعنی مثل عدسی CR39 تراش داده نمیشه، چون عدسی CR39 رو به صورت همراه با آب دستگاه تراش میدن و زایاتش خارج میشه از دستگاه. اما عدسی های گروه پلیکربنات پلیسه هایی رو تولید خواهد کرد که این پلیسه ها معمولا توسط تراشکار جمع میشه از داخل دستگاه که راه آب دستگاه رو نبنده. اما عدسی دیگه که به شما معرفی کردم و گفتم با همین ضریب شکست 1.59 با عنوان آنبروکبل وارد بازار میشه، این عدسی ها دقیقا مثل CR39 تراش میخوره و پلیسه ای رو در دستگاه ایجاد نخواهد کرد. بنابراین این تفاوت رو هم در نظر بگیرید. گاهن شما میخواید ببینید که این عدسی واقعا چی هست. خب یک ویژگی هایی هست توی عدسی ها. مثلا شما از 1.6 به بالا وقتی عدسی تراش میخوره، داخل دستگاه تراش و دستگاه دستی تراش شما بوی سیب رو خواهید شنید. یعنی عدسی 1.67، 1.74 و حتی 1.6 باید حتما بوی سیب رو بشنوید. عدسی 1.56 مخصوصا وقتی فوتوکروم باشه، بوی بنزین از داخل دستگاه یا بوی استون از داخل دستگاه موقع تراش به مشام شما خواهد رسید. در مورد عدسی های پلیکربنات هم شما وقتی که به شما میگن که این عدسه آنبروکبل هست، اگه پلیسه ای تولید نمیکنه، این عدسه مناسب استفاده در فریم های ریبلس نیست. این عدسی ها رو معمولا برای فریم های استفاده میکنن که اصطلاحا ما بهش توی این عکسازی میگیم فریم های بالا فلز. فریم های بالا فلز در قسمت گریف نخ هستن که در قسمت بالا اینها عرض کنم که به جای نخ از فلز براشون استفاده میشه و اینها حتما باید از عدسه نشکن استفاده بشه براشون، چون شیار زدن داخل پلیکربنات ها بسیار سخت هست و خیلی تمیز در نمیاد، از این نوع عدسی های آنبروکبل ها استفاده میشه. اما اگه آنبروکبل با اون نمره نباشه توی بازار، خب مجبوریم از پلیکربنات استفاده کنیم و خانواده پلیکربنات. این توضیح بود کامل در مورد تقسیم بندی عدسی ها به لحاظ ایندکس یا ضریب شکست عدسی